علیکم دوستای عزیز و خوش آمدین یک بار دوباره به با چاینل و آرستیس ان تیبس. دوستای عزیز خواستم امروز با شما کلچه تندوری را شریک بسازم طرز تهیه شه خب به خاطر کلچه تندوری طرز تهیه کلچه تندوری دو قاشق خمیر ترشی که به خاطر کیک کلچه و غیره استفاده میشه نه خمیر ترشی که ما دنان استفاده میکنیم و دو قاشق چای خوری بیکینگ پودر و یک گلاس هم بورا و بورا هم حضب ضرورت یا حزب ذائقه میتونم بگویم بعض مردم زیادتر خوش دارن بعض مردم کمتر یک گلاس روغن دو دانه یا دو عدد تخم مرغ نیم لیتر روغن و دو قاشق نانخوری خوری بلک امی سیاه و ما پاکت شبیه خاطر باش منشاندن که با آسانی پیدا کرده بتانین و یک پاکتام هم بادام مایده شده که تیار در بازار فروخته میشه و آردام برتان در جریان جور کردن نشان میدیم که چی رقم باید خمیر ما جور شود آرد آیستا آیستا انداخته میشه کم کم یک بار ما زیاد نمیتونیم بندازیم خب دوستان عزیز با ما باشیم دوستان عزیز ما از ماشین استفاده میکنیم و یک چیزی که به درد بخور است یا یادواری کنم که ما این ماشین ها دو نو و این دو رقم دو نوه از دوستان عزیز یک نوش که هست به خاطر مثلا بعضی ها برای دوغ استفاده میکنه یا به خاطر تهیه کردن کیک و دوستان عزیز ما از این اردویش استفاده میکنم ازی و ازی در اوایل وقت نو شروع میکنیم با جور کردن کیک اول ازی استفاده میکنم بعدا وقتی که سختتر شده میره باز ازی استفاده میکنم دوست عزیز نمونده میشادم و نه دستی آدم درد میگیره بسیار به راحتی و بسیار به طریقه خوبش آماده میشه سو مواد را علاوه میسازیم دو عدد تخم بوره خوب دوستای عزیز قسم که شما ببینین ما اول امی تخم و بوره را خوب با هم مخلوط می سازم. آه، که آه، خوب آه، حل شوه با هم و وقتی که تخم و بوری ما خوب با هم مخلوط شد شیر را اضافه می سازیم دوستای عزیز و بازم خوب آه، با هم مخلوطش می کنیم دوستای عزیز روغن را مندازیم امیر تمام مواد یک دانه علاوه کرده و میریم مثلا دو قاشق بیکینگ پودر این حالی ما دو کاشو بیکنگ پودر انداختیم دوستای عزیز و بادام تمام پاکت بادام کل مندازیم دوستای عزیز. اگر کسی زیادتر خوش داره میتونه از یام اضافه بادام و خمیر ترش دو قاشق چای خوری خمیر ترش مندازیم دوستای عزیز و دو, دو قاشق نانخوری سیمی سیرز یا دانه های سیمی خیلی خوشمزه است دوستا دو قاشق نانخوری ایرم آه ایرم الگاه میکنیم دوستا عزیز در مواد خود و باز دوباره ما ماشین خود را روشن میکنیم و خوب مخلوط میکنیم مواد تهیه شده را تا که خوب مخلوط شوه و آهسته آهسته دوستای عزیز دایی ما آرد را علاوه میسازیم یک دفعه بسیار زیاد نمیدادیم چون خراب میشه آیستا آیستا مندازیم و ما من دانه های ماشین را که بر شما نشان دادم دانه اول را استفاده کردیم فعلا به خاطر دانه ای که به خاطر کیک و یا دوغ است ما است دوست دوستای عزیز آرد مندازیم و اینا را مکس کرده میریم تا یک حدی که این آرد ما یک کم غلیز یا سختتر شوه قسم که شما میبینین دوستای عزیز آل با این دانه ها ما دیگه آل را مخلوط کرده نمیتونیم از این خاطر ما باید دانه ها را تبدیل کنیم قسم که شما دین غلصتش باید به با اندازه باشه که ما بتانیم که دانه های خود تبدیل کنیم و دانه های یا قالبه که خاطر خمیر کردن آرد است در ماشین اینی قالب نالی را با این ما آرد خود میکس میکنیم و دوستای عزیز ما آرد را داخل دستشوی بخاطر خاطر این ماندم چون وقتی آرد تیار میکنیم میپره از این که تمام جای چتل شوه و تمامش بپره همو خوبتر است که داخل دستشوی باشه سیار به طریقه درستش و دوستای عزیز ما امی ماشین را یا کاسه را چرخ میتیم که آرد مکمل حل شوه و یک طریقه آم یا امو طریقه درستش خمیر شوه دوستای عزیز قسمی که شما ببینین ما آیستا آیستا اینال ای آرد اضافه کده میرم تا که امو مورد علاقه ما یا مو آردی که ما ضرورت داریم به مو اندازه آرد ما غلیز یا سختتر شود دوستای عزیز شما میبینین دیگه که دوستای عزیز ما امی آرد را مکس کرده میرم با هم تا که ارد ما سختتر شود دوستای عزیز و بعدا باس جور میکنیم آرد خود را دوستای خدا کنه دوستای عزیز خوشتان بیه و اگر کسی که مثلا زیادتر خوش داره که در دا کلچه بوره باشه میتونه دوستا قسمی که شما دیدین روغن را ما در قف دست خود روغن را میزنم و شروع میکنم به آماده کردن کلچه های تندوری و برتان شامتون که چی رقم آماده میشه دوستای عزیز خودتان خوبتر میفهمین ولی سختی آرد ما باید به این اندازه باشه دوستای عزیز و حال ما کلچه خود را یک کمی که شکل توپ رقم یا کل رقم را گرفت باز داخل خود قالب ما او را نرم می گرد میسازیم یا و اینجا قاشق است دوستای عزیز میتونیم بالای قاشق ما ایره شکل بتیم دوستای نهایت مهربان شما میتونید که با هر چیز مثلا پنجه قاشق مختلف دوستای عزیز داشت را در 230 درجه ساکت کردیم و ما امو کلچای خود داخل داش گذاشتیم یک کمی که پخته شد تخم ری یک دانه تخم رو میگیریم و خوب با هم مخلوط میکنیم میکس میکنیم و بعدا در مو کلچای ما که یک کمک داخل داش بوده انال ما امی تخم را دایی میزنیم بالای سرش میزنیم که یک رنگ مقبول و جلادار بیاید دوستای عزیز ما امی تخم را در سر روی تمام کلچه های ما که نیم پخته بگوییم نیم پخته است ام... تخم میزنیم و دوباره داخل داش میگذاریم ام... شاید برای پونزه دقه اضافه تر و ام... وقتی که ام... رنگ نشان میتونم برتان که چی رنگ را بگیره و خودتان هم میفهمین ماشاءالله قدر که چه قسم آماده میباشه باشه برای کشیدن از داش باز چک میکنین دوستای عزیز و بیرون میکنین و دوستای عزیز یک بار امتحان کنین بسیار زیاد مزدار خوشمزه میایه اصلا هیچ از کلچه تندوری هیچ فرق نمیشه با وجود که ما داخل داش پخته میکنیم ولی طرز تهیش و مواد لازمش وقتی ما مواد کدام مواد را که استفاده میکنیم یا به کدام طریق که ما کلچای تندوری را جور میکنیم واقعیت که مزیش کلچای تندوری وارست دوستای عزیز هر وقت که جور کردین باز در کامنت برای ما دوباره در مسیج یا نظریات تا بگذارین که ما بفهمم که کلچای تندوری شما بخته کردین چی رقم جور شده خوش تا نامده نامده مزدار بود یا نه دوستای عزیز کلچای تندوری ما آماده شده دوستای عزیز داخلشان ببینین چقدر مقبول بخته شده و بیرونشان بسیار جلادار خوبش خدا کنه خوشتان آمده باشه و یک بار امتحان کنین شما را به خداوند یکتا و یگانه مسپارم خداوند حافظ و ناصر شما عزیزان باشد خدا حافظ